لئونارد بایندر از پژوهشگران ایران شناس بیش از 50 سال پیش در باب سیاست ایران چنین نوشته بود: در ایران برکشیدن قوم و خویش به قدرت و مقام یک تکلیف درجه اول خانوادگی به شمار می آید. این سخن بایندر پس از انقلاب 57 بیش از پیش چهره حقیقی به خود گرفت و همان شد که او بیش از 50 سال پیش بیان کرده بود. در همتنیدگی عمیق میان خانواده های ثروتمند در رژیم جمهوری اسلامی و وابستگی های خانوادگی در میان سیاست پیشگان آنقدر پیش رفته که در تمامی سطوح بالای مملکت میتوان این وابستگی را به خوبی دید. رژیم جمهوری اسلامی متکی بر همین تفکیک قوای نیمبند که به سادگی با یک فرمان حکومتی فرو میپاشد و یا قوانینی که عملا تفکیکی میان قوا لحاظ نمی کند نیست، بلکه یک قدرت مطلق آن را به حرکت در می آورد. قدرتی که عملا یک ساختار خویشاوند سالاری را اجرا می کند و فقط نام آن سیستم حکومتی یا نظام سیاسی است. سبک حکومت خویشاوند سالاری مقامات جمهوری اسلامی را خواه ناخواه به صورت یک قانون نانوشته به سمت ازدواج‌های کاملا سیاسی و تشریفاتی پیش می‌برد. اگر فردی و یا افرادی غیر از این ساختار قدم بردارند دچار مشکل خواهند شد. محمد علی نجفی از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای و به خصوص محمد خاتمی و نیروهای اصلاح طلب که روزگاری وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش پرورش و شهردار تهران و مشاور رئیس جمهور و چندین پست و مقام سیاسی دیگر بود، ظاهراً از این قانون نانوشته تبعیت نکرد و اقدام به ازدواج دوم خارج از سیستم و ساختار قدرت کرد. ازدواج وی با میترا استاد که سابقه فعالیت هنری داشت و به تازگی پا به عرصه سیاست گذاشته بود، در نهایت منجر به قتل او و زندانی شدن محمد علی نجفی شد. در قتل میترا استاد، سخنانی به نقل از محمد علی نجفی همچون قصد داشت اسرار مرا افشا کند منتشر شده که همین ترس از انتشار اسرار و هویدا شدن چهره واقعی و ارتباط نجفی برای دستگاه‌های امنیتی و یا رسانه‌ها وی را به شلیک 5 گلوله به سوی زنی کرد که 2 گلوله به قلبی اصابت کرد که ظاهراً به عشق وی می‌تپید. سرنخ هزار توی ازدواج‌های فامیلی و سیاسی و مصلحتی در خانواده‌های حاکم در جمهوری اسلامی معمولاً به خانواده خمینی می‌رسد. خانواده خمینی متشکل از ده‌ها فرزند و نوه و نتیجه یکی از شلوغ‌ترین و پرجمعیت‌ترین خانواده‌های مافیایی و قدرتمند در نظام است. اکثریت ازدواج‌ها در این خانواده با فرزندان خانواده‌های وابسته به نظام و طبیعتاً وابستگان به روحانیت شیعه است. هرچند این خانواده پرجمعیت که از یک سو به آیت الله سیستانی و از سوی دیگر به موسوی بجنوردی و حائری یزدی و سید محمد صدر و مرتضی طباطبایی ها میرسد بسیار قوی است، اما در حال حاضر خانواده رهبر سیاسی و مذهبی نظام یعنی سید علی خامنه ای از منظر قدرت سیاسی پیش گرفته، اگرچه خانواده خمینی از منظر پراکندگی و ازدواج‌های سیاسی هنوز در صدر قرار دارد. هر 5 فرزند علی خامنه‌ای با کسانی ازدواج کرده‌اند که دستی در سیاست داشته و در سمت و مقامی جا خوش کرده‌اند که مهمترین این ازدواج‌ها در رابطه با خانواده غلامعلی حداد عادل است. البته فرزندان خامنه‌ای صرفاً با گروه اصولگرا وصلت نکرده و سید مسعود خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، همسر خواهر سید صادق خرازی و داماد سید محسن خرازی است و یا سید مصطفی دیگر پسر خامنه‌ای داماد عزیزالله خوشوقت است. دیگر خانواده مهم در جمهوری اسلامی فامیل اکبر هاشمی رفسنجانی است. رفسنجانی پدر فائزه، فاطمه، مهدی و محسن و یاسر است. از خویشاوندان این خانواده حسین مرعشی، خانواده لاهوتی، محمد هاشمی بهرمانی، حسین هاشمیان، ابوالفضل خانساری، عبدالله جوادی آملی و عبدالکریم موسوی اردبیلی هستند. هرچند محمد خاتمی رئیس جمهور به اصطلاح دولت اصلاحات دیگر آن قدرت سابق را ندارد، اما وی را نیز باید یکی دیگر از خانواده‌های جمهوری اسلامی دانست که به همراه برادر و خویشاوندانش همچنان در مجلس و دیگر ارکان نظام سهیم هستند. محمد رضا خاتمی و محمد رضا تابش برادر خواهرزاده خاتمی هستند و این خانواده تشکیل شده از محمد علی صدوقی، سید مسعود خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، سید محمد صادق خرازی، سید کمال خرازی، سید صادق طباطبایی، موسی صدر، سید محمد صادق، علی اکبر صادقی که به روح الله خمینی مرتبط هستند. خانواده قدرتمند و معروف دیگر در نظام فرقه‌ای جمهوری اسلامی لاریجانی‌ها هستند. خانواده لاریجانی‌ها را
زیر عنوان برادران لاریجانی میشناسند، خانواده‌ای که در تمامی قوای موجود و همچنین سیاست پنهان کشور حضور فعال دارند. علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی نیز رئیس سابق قوه قضاییه مهمترین اعضای این خانواده هستند. با این حال محمد باقر، فاضل و محمد جواد لاریجانی نیز دیگر برادران این خانواده در جایی از نهادهای مختلف نظام جای گرفتند. علی لاریجانی داماد مرتضی مطهری و شوهر خاله علی مطهری است و صادق لاریجانی نیز داماد حسین وحید خراسانی و از سوی دیگر این خانواده با احمد توکلی و توکلی‌ها خویشاوندی دارند. احمد توکلی پسر دختر خاله علی لاریجانی و دیگر لاریجانی هاست و همین فرد نیز پدر داماد صادق زیبا کلام است. البته مصطفی محقق داماد نیز شوهر خواهر برادران لاریجانی است و این فرد با مرتضی اشراقی فامیل است و محمد تقی مطهری نیز عموی همسر علی لاریجانی و مرتضی مطهری نیز پدرزن علی و حسن عباسپور تهرانی فرد بوده است. خانواده هایی همچون ناطق نوری، دستغیب، خرازی، احمدی نژاد و غیره همه در همین مسیر یک فرقه به هم پیوسته را شکل داده اند. اما در این میان میترا استاد کیست و چه کاره است؟ نه از خانواده های وابسته به سیاست جمهوری اسلامی است و نه با ازدواج سببی به یکی از خانواده های این فرقه مربوط می شود. میترا استاد در دو فیلم سینمایی نقش داشت و جایزه هنری هم برده بود و نهایت فعالیت سیاسی خود را تا کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی پیش برده بود. به همین دلیل ازدواج وی با محمد علی نجفی را باید به عنوان یک فرد تازه وارد به یک حکومت خویشاوند سالار و فرقه‌ای دانست که در میان خود ازدواج را به دبستان می کند. محمد علی نجفی پیشتر همسری داشت که سالها با او زندگی می کرد و پس از حضور میترا استاد نجفی از وی و دخترش دور ماند. بنابراین در منابع داخلی منتشر شده میترا استاد به عنوان طعمه سر راه وزیر اسبق و شهردار سابق تهران قرار داده شده و وی را مجبور به استعفا از پست شهرداری تهران کرد. تصاویر این دو نفر نیز به سرعت و در روال نامعمول در فضای مجازی منتشر شد و این ازدواج را به یک رویداد جنجالی تبدیل کرد. آنچه محمد علی نجفی پس از قتل همسر دوم خود میترا استاد بیان می‌کند بحث افشای اسرار و بازگویی آنها به نهادهای امنیتی و رسانه هاست، موضوعی که کمتر در میان خانواده های حکومتی سابقه داشته است. نجفی در این ازدواج که فقط یک سال شد برخلاف اسلاف خود با فردی ازدواج کرد که از خودی های قبیله حاکم نبود و به همین دلیل برای اعضای فرقه جمهوری اسلامی خطرناک به شمار می رفت. خطری که پست شهرداری را از او گرفت و حتی 8 ماه پیش ظاهراً منجر به تلاش وی برای خودکشی شده بود و حالا منجر به قتل میترا استاد توسط او. در حکومت‌های خویشاوند سالار کمتر کسی به سراغ ازدواج با غیر خودی ها رفته و به همین دلیل نیز نگرانی از افشای اسرار در میان آنها وجود ندارد، زیرا توف سربالا خواهد بود. میترا استاد اما تعلقی نسبت به خانواده های حاکم نداشت که از گفتن اسرار مگو پروا داشته باشد.